السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزكة او وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله زياران وران و بلکه سرداران حضرت باشیم سلواتی سرداری بفرستید اللهم <سلام> محمد <سلام> الله محمد محمد و عجلفر بحثمون در شفاعت انشالله شفاعت حضرات شامل حال هممون بشه به قدری که طالب شفاعتی سلوات دوم رو بلندتر بفرستید <سلام> اللهم صل <سلام> علی محمد و آل محمد و عجل فرجه انشالله برای اینکه حقیقت شفاعت رو بهتر بشناسیم تا بتونیم بهتر از این حقیقت بهرمند بشیم سلوات سوم رو بلندتر بفرسیم اللهم الله. صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه بحثی که در خدمت دوستان گذشت بحث مربوط به آیات چهل و هفتم و چهل و هشتم سوره بقره بود و مربوط به بحث شفاعت میشد که اون در آیه شریفه فرمودش که و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون ذیل این آیه شریفه ایشون وارد شدن اول بحث شفاعت رو تو نظام دنیوی تبیین کردن اگر یادتون باشه اومدن تو نظام دنیوی بیان کردند که تو نظامات دستالا سلطنت های دنیایی شفاعت به چه معنا میشه و حقیقت شفاعت در نظامات دنیا دنیایی چگونه است و چه واسطه چگونه در حقیقت در وساطتش اثر میگذاره بعد اومدن فرمودن که تو نظامات اخروی درسته که اساس نظام شفاعت که به کار رفته نفیان یا اثباتن ناظر بوده به اون بحث دنیایی اما هیچ کدام از اون قیودات و حدود و تعینات شفاعت دنیایی در اونجا در کار نیست چون تمام سلسله اسبابی که در دنیا به عنوان حقایق و اسباب دنیایی شناخته میشد در اونجا چی هستش منتفی تقطعت بهم الاسباب اساس عالم آخرت با تقطع اسباب لذا یوم اونجا میفرماید که لا تجزی نفس ان نفس شیئا لا یقبل منها شفاعه به این نگاه هر چیزی در عالم دنیا که وساطت ازش سر میزد و امکان وساطت داشت در اونجا منتفیه نفی در حقیقت شفاعت با این نگاه نفی شفاعتی که در دنیا متصور بود اما پس از اون که این نفی رو ایشون در اون مقدمه بحثشون انجام دادند فرمودند که پس از اسباب دنیایی و ارتباطات دنیایی شفاعت اونجا خالی است اما خدای تبایت آلا به عنوان حقیقت سببیت به عنوان اصل و سببیت خودش شفاعت دارد یا ندارد؟ دارد مؤثر است دستش بسته در اجرای اسباب نیست بعد از اینکه سببیت الهیه رو ثابت کردن پس از اون شؤونات الهیه رو هم براشون سببیت رو اثبات کردن پس ببینید تو نگاه اول بحث و بیان سببیت نظام دنیا بعد از اون نفی این شفاعت نسبت به چی؟ به آخرت که اونجا هیچ کدوم از اینا راه نداره پس از اون اثبات شفاعت برای خدای تبارک و تعالی پس از اون نفی مطلق پس از این اثبات برای خدا اثبات شفاعت برای شعون الهی دقت بکنید شعون الهی نه سببیت های دیگه یعنی سببیت های دیگه دیده نشده بلکه سببیت خدا پس از اون شعون الهی که دیگه به عنوان الهیت سببیتشون دیده میشه نه به عنوان اسباب مستقله که این نگاه اگر بخوایم یه نگاه عمومی بهش بکنیم در بیان ایشون از بحث طبیعیات شروع کردن طبیعیات مسئله که بحث نظام عالم دنیا و شفاعت های عالم دنیا بود درسته از اینجا شروع کردن به الهیت به معنای اعم رسیدن که اصل و, س... اصل و شفاعت به معنای شفاعت الهی رو تثبیت کردن که این به معنای این است که سببیت عالم پس از اون به سببیت خاصه که در اونجا فقط خدای تبارک آلا و شؤون خدای تبارک آلا در کار هستند که این تفصیلیست است نظام تفصیلی الهیت معنای اخص مسئله است که اون توحید محضه به اونجا کشوندن پس اینا ایشون میفرماید اینم یک سیر در فقط شفاعت نیست این کلید در قرآن در معارف مختلفی به کار رفته در علم غیب الهی هم همینجوریه اول ما چون نسبت به علم غیب یه تصویری داریم خدای تبایت تعالی در آیات الهی نفی علم غیب رو از غیر میکند درسته؟ نفی علم غیب رو از غیر میکنه تا اون تصور و تصویری که ما از علم غیب داریم که نسبت به عالم دنیا بود او کاملا چی بشه؟ منسوخ بشه؟ پس از اون اثبات علم غیب رو میکند برای خودش که لا یعلم و الا الله پس از اون اثبات میکند علم غیب رو فل جمله برای کسانی که مرزی حق هستند برای کسانی که مورد شاه و مشیت حق هستند که اون دیگه خارج از نظام اراده الهی نمیشه تفصیل اون جایی میشه که خودش میداند پس اونی که غیر میداند اغیار اون اغیار اغیار نیستن بلکه شؤونن پس تو نظام او اینو یه روش میدونه ایشون این روش یعنی تو تعلیم ما هم اگر میخوایم سیری رو برای خودمون تو تبیین معارف الهی به کار بگیریم این یه راهه که اولا بیایم تبیین کنیم اونی رو که معهود تو نظام طبیعی ما میشناسیم برای اونجا افتاده که بفهمیم چی رو میشناسیم چی رو میدونیم قواعدش چیه بعد نف میکنه این سیر طبیعی و این معرفت طبیعی رو چون نف اگر نخوره به یه چیزی که معلوم باشه نف یه مجهول میشه پس باید اول معلوم بشه که ما چی رو میدونیم بحث دقیقی ها اول معلوم بشه که ما چی رو میدونیم و از سیر طبیعیمون به کجا رسیدیم برامون آشناس بعد میاد این رو نف میکنه بعد از اینکه این رو نفع کرد اثبات میکنه برای خودش چون قبول این مسئله برای خودش راحت تره برای ما یعنی ما وقتی میگیم خدا میداند این برامون قبولش بعد پس از نفی مطلقی گفتیم هیچ کس نمیداند درسته؟ هیچ کس نمیداند بعد میگیم خدا میداند این دوتا رو میتونیم با هم جمع کنیم که هیچ کس نمیداند با خدا میداند برامون قابل جمعه بعد از اینکه اثبات کرد خدا میداند پس از اون اثبات میکند اونهایی هم که تو طریق الهی باشند میدانند اونهایی هم که مورد رضای الهی باشند میدانند در علم غیب همینجوره در شفاعت همین جوره ایشون میفرماید در مسائل دیگری مثل مثلا توفی همین جوریه، در مثل خلق همین جوریه، در مثل رزق همین و در مثل ملک و حکم و تمام اینها چی هستش؟ از همین سنخه یعنی اگر شما این قاعده رو به عنوان یه سیر یاد بگیرید که این یه سیر در کتاب الهی است تمام کمالاتی رو که میخوایم نسبت بدیم تمام اون اسماء الهی رو که میخوایم سرایت بدیم ظهورش رو تمام اینها تو یه سیر نسبت داده میشه یه قالب دارد یه روش دارد همه اونها رو یاد گرفتیم دیگه تو قرآن متحیر نیستیم تو وقتی که متناقضات القرآن رو به نظر اولی بعضی میان بیان بکنن برای ما تحیر ایجاد بکنه ما میفهمیم که اینها تناقض با هم دیگه ندارن بلکه وچه جمعشون هم این است ایشون این کلید رو به عنوان یک اصل کلی که در تمام اینا سرایت دارد بیان میکنه این بیان مسئله توی موضوع یک گونه است سرایت دادنش به گونه های دیگه و مسائل دیگه اهمیتش بیش از اون است که توی موضوع حل میشه این میشه کلید توی موضوع میشه کلید اون مسئله اما وقتی که سرایت کرد که گفت این تو موضوعات مختلف سرایت دارد یه کلید کلی میشه که این میشه از اون مفاتیح در حقیقت چی؟ اول مفاتیه اولی که کلیدهایی که خیلی درها رو باز میکند و برای انسان گشایش دارد دیگه انسان در یه راحتیه این مسئله رو ایشون فرمودن و جلسه قبل هم خدمت شما تا اینجاش عرض شد بعد میفرمایند که لذا در حقیقت خدای تبارک تعالی در شفاعت و در تملیک و در حکم و در تمام اینها نفع میکند اول بعد اثبات میکند برای خودش بعد اثبات میکند برای اون کسانی که مرضی حق هستند این تتمه رو تطبیقش رو بکنیم که مونده بود از فصل قبلی که مقدم است تا وارد فصل اول که ماهیش شفاعه بشیم صفحه 157 و ینفی بعد میفرماید ببینید و کذالک ال آیات و ناطقه فی توفی و الخلق و الرزق و تأثیر و الحکم و و غیر فی اسلوب القرآن حیث و ینفی روش شیه شایعش این است که ینفی کل و کمالن ان تعالا تعالی که همون غیری که تا به حال ما تو نظام دنیایی نسبت میدادیم و میشناختیم ثم یثبته لنفسه این رو اثبات میکند برای نفس خودش بعد از اون که از همه نفع کرد ثم یثبته لغیره اما این غیر رو غیر نمیبینه چون به اذنهی و مشیت او رو در حقیقت شعن میبینه پس هر غیری که به مرتبه شعنیت رسیده باشه از تمام این کمالات در حد شعنش بهره منده لذا اونها متفاوتن اینجور نیستش که اونچه که براشون اثبات میشه مثل اثباتیش که لنفسه کرده خدا بلکه اثباتشون لغیره که همون شعونن در حد شعنیتشون و بهرمندی از شعنیتشون میشن لذا برای نبی ختمی به عنوان در حقیقت شفاعت مطلقه درسته و برای انبیاء دیگه در حد وجودی اونها و شعنیت اونها این شفاعت اثبات میشه بله مثلا احیار رو به عیسی علیه السلام نسبت داده خلق رو نسبت داده یا نه از تخلق من التینه که هیئت تیر خلق نسبت داده دیگه به اذن الله منتها پس خلقم نسبت داده شده احیا رو نسبت داده خلقم نسبت داده که اون در حقیقت تین رو جریان اون تین رو از تخلق من تینه که هیئت تیر درسته پس خلقم نسبت داده شده دیگه به اذن الله مانع نداره دیگه از خود قرآن شاهد بیاریم به قولش میگه دندان شکنه دیگه دیگه جای انقلد نداره اگه روایات باشه میگه شاید سندش ضعیف باشه اما میگه تخلق و استماع لفظو اصلا به کار برده پس اگر ایشون میفرما توفی هم همین جوریه توفی هم به غیر نسبت داده شده الله یا توفا درسته بعد میفرماد یا توفا هو ملک الموت الذی وکلا بکم یا توفت هو رسولنا رسول ما توفی میکنن رسول توفی ملک الموت توف متوفی خدا هم متوفی پس همه رو توفی رو به مراتب نسبت داده شده اینها توفیشون تو نسبتی که داده میشه در حد شعنشونه پس اگر به مقام ولایت توفی رو نسبت بدن مانع نداره چون نسبت داده شده خلق و نسبت بدن مانع نداره چون نسبت داده شده درسته؟ بعد میفرماید که حیث ینفی کل فتفید ان الموجودات غیره تعالی لا ما تملک من هاذه بنفسها از اون حیثی که اینها خودشون نفسیت دارن مالک نیستن از چه حیثی مالکیت دارن این مالکیت رو از حیثی که شعن ربن از حیثی که از خودشون گسستن پس هر موجودی از اون حیثی که از خودش گسسته و به خدا پیوسته میتونه مالک باشد میتونه ملک باشد یعنی ملکیت داشته باشد میتونه خالق باشد میتونه مهی باشد میتونه شفی باشد درسته میتونه در حقیقت متوفی باشد میتونه رازق باشد تمام اینها رو نسبت داده شده و صحیح هم هست دقت کردید خیلی بحث کلید مهمی است نسبت دادن همه اینها به مقدار شعنیتشون از ربه نه نفسیتشون هر قد شعنیتشون از رب قویتر و شدیدتر باشه نسبت این حقایق به اونها قویتر و شدیدتر و تامتر و مطلقتره تا برسه به مشیت مطلقه که میفرماد خلق الله الاشیا بالمشیه و خلق المشیت به نفسها مشیت رو خودش خلق کرد به نفس مشیت خدا مشیت رو خلق کرد واسطه ندارد درسته؟ اما اشیا رو به واسطه مشیت خلق کرد که این مشیت که همون شاعه همون در حقیقت شعنیته دقت هر کسی این قاعده در خالقیت رازقیت احیا توفی رزق نمیدونم تمام اینها هر کدام به نسبت مشیت شدن حق که ما یشاؤون الا ان یشاء الله درسته به مقداری که اینها شاع الهی تو وجودشون و شعن الهی در وجودشون متحقق میشه بهره از چی میشن از در حقیقت مشیت میشن بهرهمند از شعن رب میشن لذا از خودشون در اون مرتبه چی شدن؟ فنا پیدا کردن پس به مقدار فنا از نفسیت و بقاء به شعن ربی اینها شاع پیدا میکنن در مسائل مختلف یه قاعده است در قرآن کریم و هیچ منافات با توحید نداره یعنی این مسئله دیگه بحث شفاعت رو توسل رو تمام این مسائل دیگری ای رو که انواع اقسام شبه میشه و این مسئله جواب تو هیچ مسئله هیچ منافات با توحید نداره یعنی چطور میشه که انسان به ملک نسبت بده منافات با توحید نداره به ملائک نسبت بده اما اگر به ولی الهی که شاع شاع الهی شده و هیچ حیثیتی برای خودش نداره و نفسیتی نداره نسبت بده میشه شرک چه تفاوتی اون جایی که ملک که هیچ حیثیتی از خودش نداره اگر انجام بده که تو قرآن تصریح شده تو روایات تصریح شده ما شرک نمیدونیم درسته به امرهی عملونن چون اونها اما وقتی یه ولی به این مقام برسه که به امرهی عملونه نسبت دادن به او شرک میشه نه اینم مثل همون میشه چه تفاوتی میکنه بلکه اعظم از اون میشه لذا میفرماد که انما تملکها به تملیک الله لها ایاها به تملیک خدا برای در حقیقت اون در حقیقت موجودات ایاها اون کمالات رو حتی انال قرآن تسبت نوع ان القرآن تثبت و نوعا من المشیه اثبات میکنه نوعی از مشیت رو فیما حکم فیه و قضا علیه به قضا انحت میگه تازه این یه تا اینجا یه نکته اونجایی هم که قضا حتمی الهی هستش و حکم قطعی الهی و قضای الهی صادر شده در اونجا هم خدا مشیت رو باز هم برای خودش ثابت میدونه در اون جایی که مثلا حکم خلود برای اهل جنت یا اهل نار صادر میشه آیا مشیت الهی دیگه در کار نیست بعد از خلود بعد از صادر شدن حکم خلود یا باز هم حدوثا و بقاعا مشیت الهی باقیه باقیه لذا تصریح میکنه به این که نوع ال... نوعی از مشیت دیگه این مشیت ها با هم گاهی تفاوت هایی دارن اما نوعی از مشیت رو خدا فی ما حکم فی و قضا علیه به قضا ان حتم مثل چی که قول تعالی فاما فا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض سماوات والارض الا ما شاء ربک یعنی اینجور که اگر این دوام برای او پیدا کرد و خلود پیدا کرد ماشا عرب دیگه نباشد دیگه تو مبدعش باشه تو ادامش نباشه میگه چرا با اینکه این تو خلوده در جهنم داخل شده اما ماشا عرب چی هستش؟ بقا دارد در اونجا حاکم است همچنین در جانب مخالفش ان ربک فعال لما یرید خدا هیچگاه فاعلیتش و ارادش تحت شعا قرار نمیگیره همیشه فعال بودنش و مرید بودنش باقیست و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز چقدر تعبیر لطیفه در عذاب عطاء غیر مجزوز نیورد عطاء غیر مجزوز عطاء یعنی غیر یعنی این عطا غیر مقطوعه قطع شدنی نیست درسته اما این عطای غیر مقتو هم ماشا عربه در عذاب نیورد عطای غیر مقتو چون خدای تعالی در وعید چی هستش در وعید هیچگاه نمیخواد خلاصه هیچگاه اینجور نیستش که دیگه حکم کلامی هم هست دیگه در وعید خدا میتونه کار بکنه به وعیدش عمل نکنه و حاکم بکنه خلاف وعید رو اونچه که اقلا هم این رو میپسندن درسته؟ در وعد چی؟ در وعد چی؟ در وعد اقلا نمیپسندن خلاف وعده رو درسته میگن اون چرا که وعده داده بشارت داده عمل کردن به چی هستش حکم اقلاعی است لذا اینجا میفرماید اتا غیر مجزوز اما ماشا عرب که اونجا در حقیقت اتا غیر مجزوز یا جزا غیر مجزوز نمیفرماید در وعید لذا اونجا میفرماید که حکم رو در حقیقت مطلق میگذاره میفرماید که ان رب الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد اما اینجا میفهم عطا غیر مجزوز خب فقط علق الخلود بالمشیه و خاص فی خلود الجنه ما حکمه به ان العطا غیر مجزوز که اینجا هم. که با اینکه غیر مقطوعه اما ما شاء رب باقیه بقا هم اراده خدا بر بودن او باید چی باشه دائما باشد تا او باشد چون اصل الوجود او در اونجا هم به اراده ربه کمالات وجود او هم در اونجا به ارادت ربه نه اصل الوجودش دیگه بقاء غیر ارادی پیدا کرده برای حق نه کمالاتش چون اصل الوجودش فقر الالله فقیر الالله درسته؟ اصل الوجود و کمالات وجود در اونجا باز هم همین وجود ربطی است و عین فقر و عین احتیاجه بعد میفرما اشعارا به ان قضا او تعالی بالخلود لا یخرج الامن یده و لا یبتل سلطانه و ملکه و عز سلطانه یا کما یدل علیه قول و این ربک فعالون لما یورید و بالجمله لا اعتاون هنا که یخرج الامن یده و یوجب الله الفق و لا من اون یستر هیچ من ای که یستر رهو اله حفظ ما منعه برای او ایجاد نمیشه یعنی یه طوری بشه که دیگه حالا که اینو در جهنم وارد کرد دیگه امکان نداشته باشه تصرف بعد از این چون دیگه خلود دیگه میگه اینجوری نیست لا من اون الا حفظ ما من مجبور بشه به اون چیزی که من ای که محقق شده دیگه پایبند باشه و ابطال سلطانهی در این صورت تعالی و من هنا هر ان آیات ان این خلاصه بحث این کانت ناظرتن الا یوم القیامه فا انما تنفیها ان غیره تعالی به معنی الاستقلال فلمل ول آیات المثبته تثبت حال یا تثبت حال لله سبحانه اثبات میکنه این شفاعت رو برای خدا به نحو الاصاله و لغیره تعالی به اذنه و تملیکه که همون فشفاعه ثابتتون لغیر تعالی به ازنه فلننظر مازا یفید و, و کلامه سبحانه حالا از این به بعد فصولی رو منقه میکنیم ما معنی شفاعه و متعلقه ها فی من تجر شفاعه من من تسیخ و شفاعه متات تحقق و, و ما نسبت ها الال اف و المغفره نسبت شفاعت با اف و مغفره چیه و نحو ذالکه که از این به بعد در فصول میاد فصل اول ماهی شفاعه از اینجا ایشون وارد یه بحث لطیف و شریفی میشه که اینها ابحاث توحیدی است بحث های توحیدی است همش باید ما رو به توحید برسونه همه این بحثا نگیم چرا هر طرفی وارد میشیم آخرش میرسیم به یک جا چون توحید در حقیقت ملجا و منجا ماست درسته لذا از هر طرف که وارد بشیم از هر ریسمانی که در حقیقت بگیریم باید برسیم به اونجا لذا نگید همه بحسا آخرش میرسه به اینکه خدا فقط کار است خب بله میخوایم برسیم به اینکه فقط خدا کار است اینجا در بحث شفاعت ایشون اولا تعریف میکنه اینکه شفاعت در عرف ما به چه معناست بعد از اینکه این تعریف رو کرد ایشون میاد میفرماید که حدود شفاعت کجاست یعنی چه جاهایی ما شفاعت رو میدونیم نباید به کار ببریم میفرماید که معنای شفاعت این است که زم بشه زم بشه زمیمه بشه یک در حقیقت تعاونی کمکی به یک در حقیقت سببی تا اینکه این سبب غلبه بکنه بتونه مسببش رو ایجاد بکنه دقت میکنید پس اگر این زم نشه این سببیت و این معاونت زمیمه نشه اون سبب به تنهایی خودش علت تامه نبود قدرت نداشت بر اینکه اون مسببش رو محقق بکنه پس همیشه یک شفع شدن در شفاعت یک جفت شدن و زمیمه شدن در شفاعت که یه چیزی با چیز دیگری زمیمه میشه این شفع شدن و زمیمه شدن سبب میشه که اون ضعف اون سبب جبران بشه تا امکان تحقق پیدا کنه پس دو چیزه یکی اینکه که باید یه سببیتی باشد جایی که هیچی نباشه جایی که هیچی نباشه شفاعت معنا نمیده پس باید یه سببیتی باشد اما سببیت تامه نباشد قدرت تحقق مسبب ازش متصور نباشد این زمیمه بیاد به اون سبب در حقیقت با او چفت بشه تا او در حقیقت اعانه کند او رو در چی؟ تأثیر اینو میگن شفاعت که حقیقت شفاعت تو دنیا هم همین جوریه دقت میکنه دنیا همین هم نگاه رو داریم آخرتم حقیقتش از این همینه پس با این نگاه حقیقت شفاعت میشه چی؟ تأکید بر سببیت نه مقابل سببیت چون اساسش این است که سببیتی در کار باشد حالا میاد بیان میکنه اما اینکه آیا تو هر جایی این کاربرد داره حدودش همه جا رو فرا میگیره مثلا اگر سرما یا گرما اومده ما برای رفع سرما و گرما میریم در حقیقت شروع میکنیم به اینکه یه کسی رو واسطه بکنیم برای اینکه سرما و گرما برطرف بشه یا اینکه در مقابل سرما و گرما لباس میپوشیم یا از خنک کننده استفاده میکنیم اینجا هم زمیمه میکنیم یه سببیت دیگری رو برای این که دفع بکنیم یه ضرری رو یا جلب بکنیم یه منفعتی رو دیگه تو نظامات تکوینیه سببیت ها و شفاعت شفاعت تکوینیه تو نظامات و سببیت های تشریعیه شفاعت از سنخ نظام تشریعه دقت میکنید پس الان دو نظام سببیت و شفاعت شد یکی سببیت های تکوینیه شفاعتشون هم میشه شفاعت تکوینیه سبب تکوینی دیگری رو به کار میگیریم اگر سردمونه لباس میپوشیم این یه سببیه تکوینیه است که باعث میشه من از سرما نجات پیدا بکنم در امان باشم گرسنم که میشه غذا میخورم اینم یه سببیه تکوینیه است که از گرسنگی نجات پیدا بکنم تشنم میشه همینجور درسته اینم به کار گرفتن یه سببیت تا اینکه اون سببیتی که در من تاثیر داشت بتونم در مقابل اون سببیت یه حاکمیتی ایجاد بکنم او دفع بشه درسته تو نظام تشریع هم همین اما تو نظام تشریع آیا تو نظام تشریع هر جوری من امکان داره سببیتو به کار بگیرم نه همچنان که تو نظام تکفین هم ما دیگه چون بحثمون نیست خیلی ورود بهش پیدا نمیکنه تو نظام تشریع اینجور نیستش که هر جوری من بخوام به کار بگیرم نظام تشریع اساسش بر سه چیز استواره یکی نظام قانونه یکی جزای قانونه این دوتا اساس حالا یه سومی هم داره اون سومیش باشه بعد از این یه قانونه یک چی هستش یک جزای قانونه یکی هم حاکمی است که این قانون رو میخواد اجرا بکنه که سومیشه حاکمیت و مولویت پس یه مولویته یه امره یه جزای در اطاعت یا عمل نکردن به امر این سه تا عنصر اساسی هن. شفاعت تو یکی از این سه ممکنه اثر بگذاره به چگونه آیا شفاعت میتونه بیاد مولویت مولا و عبدیت عبدو برداره؟ بیاد بگه خلاصه مولا شفاعت به ای بشه که مولویت مولا برداشته بشه عبدیت عبد برداشته بشه یعنی عبد بشه مولا آیا شفاعت اینجوری امکان پذیره؟ نه پس ببینید اینا اصول ها شفاعت هیچگاه به جایی و مرتبه ای نمیرسه که مولویت مولا و عبدیت عبد برداشته بشه پس تا در حقیقت بخواد شفاعت باشد مولویت مولا و عبدیت اب عبد تثبیت بیشتر میشه اونجایی است که این تثبیت بیشتری بشه آیا شفاعت و شفی میتونه قانون رو برداره یعنی بیاد بگه این قانون رو من ملغا میکنم تا این کسی که در حقیقت این قانون به ضررش بوده این ضرر ازش برداشته بشه شفاعت در برداشتن قانون هم امکان ندارد آیا شفاعت در بحث جزای قانون از طبعه قانون است اون طبعات قانون است که قانون اگر انجام نشد حالا بیاد جزا رو برداره بگه که این از تحت این جزا خارج بشه جزای قانون برداشته بشه میگه شفاعت در برداشتن جزای قانون هم نیست پس شفاعت کجا میشه تو نظام تشریح بخونیم تا برسیم می از شفاعت ما نعرف من معناها اجمالا بالقریحه المكتسبه من الاجتماع و التفا... تعاون و من الشفع مقابل الود که ان ينزم الى الوسيله الناقصه الوسيله الناقصه یعنی اون سببت ناقص التي مع المستشفى اون به وسیله ناقصه ای که با مستشفع بوده فیسی رو بهی زوجن بعد ما کان فردن فیقوا علا نیل ما یورید حالا مستشفع قوت پیدا کنه برای رسیدن به اون چیزی که اراده پیدا کرده بود بعد از اینکه زمیمه محقق شد لولم یکون یا ناله وحده اونی که به تنهایی نمیتونست برسه بهش لنقص وسیلته و ضعف وسیلته و قصور وسیله تنهایی نمیتونست برسه میفرماید که این من و تعاون که این پرانتز بود من الامور التي نستعملها لانجاه المقاصد و نستعین به علا بها علا حوائج الحیات و جل الموارد التي نستعملها فیها کلیتش این است که در دو مورد اما مورد یقصد و فیها جلب المنفعه و یا جایی است که ما میخوایم خیری رو برای خودمون جلب بکنیم یا اما مورد یطلب فیها دفع المذره و شر لکن لا کل نفع و ضرر هر نفع و ضرری قابل جذب و دفع با شفاعت نیست فانا فا لا نستشف و فی مایت زمن هول اسباب و الحوادث من الخیر و شر ما اونجاها نمیتونیم با شفاعتی که در نظام تشریعه چیکار بکنیم؟ شفاعت تکوینی باش ایجاد کنیم امکان نداره در مسائل تکوینی خیر و شر زر و نفع طور دیگریست شفاعتشون شفاعتشون هم چی هستش؟ تکوینیه با اسباب خودشه من الخیر و شر و نفع و زر که جوع و و الحر و البرد و صحت و مرز بل نتسبب و فیها نتسبب و فیها یعنی چی؟ یعنی با این نتشفع و فیها یعنی شفاعت ما در اینجاها با اسباب طبیعی است با اسباب تکوینی است بل اسباب طبیعیه و نتوسل و الیها به وسائل ها لها مثل اکل و شرب و لبس و اکتنان و لبس و اکتنان و مداو... لبس یعنی پوشیدن لبس یعنی متشابه اشتباه پس میشه لبس لبس و اکتنان و مداوات و انما نست... تو مرض با مداوا و دوا و انما نستشف و فل خیرات و شرور و المنافع و المزار التي تستد ایها او تستد به اوزا القوانین و احکام که اون اوزا قو... شدن قوانین و احکامی که وزعت ها و اعتبرت ها و قررت ها و اجرت ها حکومت الاجتماع در جایی که احکام اجتماعی هستش و این احکام رو وضع میکنه و قرار میده به نحو خصوص که احکام رو گاهی خاص قرار میده برای اشخاص خاصی یا به نحو عموم برای همه افراد مثلا خاص ممکنه فرد باشه ممکنه خاص طایفه باشه مثلا برای طلبها مثلا قانون چی هستش مثلا احکام ق... مثلا این دادگاه های به ویژه روحانیت این خاصه یا دادگاه های عمومی به معنایی که برای عامه دقت میکنی سنفی مورد نظره برای مثلا اصنافی یا در حقیقت کل انسان ها مورد نظرن به عنوان عموم بله بفرم به نحو خصوص اول عموم ففی دائرت المولویت والعبودیت این احکام در دایره مولویت و عبودیت هن. چون اینها به وضع واضع نه به جعله اسباب طبیعی و تکوینی که دست کسی در جعل و وضعش و رفعش کوتاه باشه اینها جعل و وز دارن اینها تو دایره مولویت و عبودیت هن. حالا این مولویت و عبودیت حاکمان و قوانین عمومی که وضع میشه این حکومت مولویت و عبودیت باشه یا برگرده این مولویت و عبودیت تا مرتبه ای که خدای تا حالا جعل میکنن ففی دائرت المولویت و دائما داره از اون چیزی که میشناسیم ما که استفاده میکنه بعد اوجش میده به مرتبه چی به مرتبه الهی که خدا بر اساس همون چه که ما میشناسیم همه مسائل رو قرار داده اما نف کرده حدود و نواقصشون رو یعنی بلا فاصله سلب دنبالش میاد که ما فکر نکنیم همه قوانین اینجا اصل اینجاست نه استفاده کرده این رو اما اصل اینجا نیست این شبیه به اونه لذا بعدا هم ایشون میفرماید آنچه که به عنوان ظهورات احکام وضعیه و قانونی انسان استفاده میکنه برمیگرده به یه حکم فطری که انسان از ابتدا به عنوان علم حضوری میشناخته دقت میکنید که این ظهور اونه نه اینکه اون ظهور این باشه و بر اساس این باشه که این یه بحث جالبیه خودش یه ریشه یابیه که تمام این وضع قوانین و وضع قاعده ها و قانون ها و مولویت ها بر اساس نظام علم حضوری او توسعه پیدا کرده برگشتش به اون, پید به اون پیدا میکنه هرچند تو توسعهش ممکنه چی شده باشه خیلی مقالطه و غلط هم محقق شده باشه اما به ریشه صحیح برمیگرده لذا برمیگردونه اینها رو ایشون به ریشه های است ففی دائره المولویت والعبودیه و و اند کل حاکم و محکوم احکام من الامر و نه که اذا عمل بها و امتثل حال مکلف بها استت به ازالکه طبعت و السواب. پس اصل امر و نهیش و بعد تبعیت ثوابو زمش که اگر انجام داد یا ترک کرد تبعیت ثواب من ما جاه او مال و اذا خالفها و تمرد منها استت و ازالک تبعت العقاب من زم من او ضرر مادی او معنوی فاذا امر المولا او نها عبده او كل من هو و تحت سیادته و حکومته به امر او نه مثلا فم تسلهو کان له بذلک اجر کریم و این خالفه این البته له عقاب او عذاب فهناک نوعان من الوضع و حالا دسته بندی میکنه یکی وضع الحکم یکی وضع طبعت الحکم پس هم وضع حکم اعتباریه که میگه این کار رو بکنید و بعد برای اینکه این حکم زمانت اجرایی پیدا بکنه چیکار میکنه جزا براش قرار میده جزا هم اعتباری هست یا نیست جزا هم اعتباریه دیگه این که تو اجتماعات محقق میشه یه وضع حکم داریم که اعتباریه یه جزای حکم داریم کسی که انجام داد این پاداش کسی که انجام نداد این اقاب هر دو در حقیقت چی هستش؟ اعتباریه پس یکی وضع الحکم یکی وضع طبعت الحکم که یتعین بهی طبعت الموافقه و المخالفه و علا هازل اصل تدور و جمیع حکومات العامه بین الملل و همچنین حکومات خاصه که بین کل انسان و دونه چه در حکومت های عمومی که بین ملل و حاکمیت های عامه چه بین حکومت های خاصی فرد تو خونش درسته؟ یه مدیر در ادارهش یک در حقیقت کار کسی که کار میکنه نسبت به کسانی که براش کار میکنن و همه اینها این به سرایت داره بعد ایشون میفرماید که حالا از اینجا یواش یواش میخواد چیکار بکنه میخواد بحث شفاعت رو یواش یواش لطیف بکنه فا ازا اراد الانسان ان ینال کمالا و خیرا مادیا او معنویا و لیس عنده ما یستوجب و ذالک به حسب ما یعین الاجتماع وقتی که اونی که اجتماع برای این وضع این قرار داده بود و این برای لیاقت این قرار داده بود وقتی تو خودش نمیبینه این رو کامل چیکار میکنه او اراد ان یدفع عن نفسه شرا متوجها الی من عقاب المخالفه و لیس عنده ما یدفع قانون گذاشته بودن این دید نتونست انجام بده یا اون رو ترک بکنه حالا عقاب متوجه بهش شده درسته میبینه خودش هم نمیتونه از گیر این در بره اینجاست که چیکار میکنه به دنبال شفیع میگرده امت... و نتونست امتصال بکنه ول خروج ان نقطه تکلیف و به عبارت واضع ازا اراده نیل ثواب من غیر تحییت اسبابه ثواب رو میخواد جزاء خوب رو میخواد اما نتونست همه سبب اون رو هم مهیا بکنه میخواد از اقاب در بره نتونست در حقیقت اون عمل رو هم انجام بده تا خود به خود از اقاب خارج بشه چون اینجوری بوده میفرماید که در اینجا فزالکه مورد و شف... شف... شفاعه و اندهوت و اصل لا مطلقا اگر اینجا مؤثره به چه گونه مؤثره نه مطلقا چرا من لا لیاقت الله بالنسبه الى التلبس بكماله مثلا یه کسی که هیچ درس نخونده حالا بیان بکننش این رو وزیر آموزش پرورش میتونه بره بگی منو بکنید وزیر آموزش پرورش و هیچ درس نخونده باشه خب بالاخره وزارت آموزش عالی وزیر آموزش پر داریم تو عرف مردم رو میگیم که همین شفاعت ها کجا سازگاره میگه این میخواد بشه وزیر آموزش و پرورش ممکنه حالا لیسانس گرفته باشه سواد داشته باشه اینقدر باشه ولی خب وزیر آموزش پرورش باید یه کسی باشه متخصص باشه این تخصص ندارد ولی کن زمینه رو اجمالا اولا داشت ولی این کفایت نمیکرد برای وزیر شدن میان یه سببیتی رو شفاعتی رو وسیله رو وسیله میکنن این رو در حقیقت در اونجا برای این کار قرار میدن درسته به تنهایی کشش نداشت دیپلمه بود اما سواد و داشت اما با زمینه این چیکارش میکنن این رو در حقیقت میکنن وزیر درسته با اینکه لیاقتش رو نداشت اما زمینش رو اجمالا به نحوه در حقیقت اجمالی داشت هیچ بینونت کامل نبود جایی که بینات کامل باشه امکان پذیر نیست بحث جالبی ها باید یه زمینه باشه شفاعت به معنای این که پارتی بازی تو دنیا هم بیرخری یه زمینه میخواد تا این محقق بشه لذا میفرماید که اولا فان من لا لیاقت الله بالنسبه الى التلبس بكمال او لا رابطه الله تربط ها الى المشفو عنده اصلا اگر هیچ نسبتی نداشته باشه یا رابطه ای براش نباشه که این رو به اون کسی اون چیزی که میخوان شفاعت براش بشه هیچ نسبت نداشته باشه مثل عامی امی که یرید و تقلد مقام علمی میخواد به یک مثلا رتبه علمی رو بهش بدن اما هیچ سوادی نداره عامی و امیه درسته؟ هیچ نسبتی سوادی نداره اول جاهد تاقی یا یک کسی که نسبت به مولاش در مقام انکار و تقیان کامل بوده بیان شفاعت این رو بکنن بگن که این جاهد تاقی که معاند بشه بیان بگن شفاعت این رو اینجا راه نداره دیگه اگر یه راهی رو پشت پلای پشت سرش رو همه رو خراب نکرده بود هرچند تقیان کرده بود اما همه پلا رو خراب نکرده بود از طریق اون پل بالاخره رابطش لذا به ما میگن اگر گناه میکنیم پلای پشت سر رو خراب همه رو نکنیم این راه شفاعت رو باز میگذاره اول جاهد تاقی لذی لا یخزه لسیده اصلا لا تنفع انده و فانما فا الشفاعه این نتیجه است متعل... للسبب لا لا مستقلتون تاثیر. این قاعده است این قاعده رو تابلو کنیم انما الشفاعه متممه للسبب لا مستقله في التاثير پس هر جا شبه شد این یه جواب تامیه شفاعت همیشه چی هستش متمم سببیت سببه نه اینکه شفاعت مستقل در تاثیر باشه این یه تابلوس یه اصله یه قاعده است ثم ان تاثیر الشفی عند الحاکم المشفو انده لا یکونو حالا از اینجا بیان میکنه که این تاثیر تاثیر جزافی نیست نمیاد به مولا بگه مولویت تو بذار کنار نمیاد به عبد بگه تو عبد نباش نمیاد به قانون به مولا بگه قانون بردار نمیاد به مولا میگه تبعی قانونو و قانونو قانون بردار اینا همه خلافه بلکه میاد توی دایره قدم برمیداره که امکان پذیر میشه توبه مقام شفاعت نیست توبه و ایمان قبل از شفاعت ارز کردم ببینید توبه خودش و ایمان یه بحث دیگری رو داره اونم سر جای خودش میاد شفاعت این است که بدون توبه و ایمان شفاعت محقق بشه اگر توبه آمد توبه خودش یه سببه حالا او یه بحث دیگری آیا امکان داره یا ندارد او در حقیقت آیا اگر کسی خدای تبارک تعالی به عنوان ختم الله علی قلبهی ذکر کرد آیا راه بازگشت برای این هست یا نیست اونجایی که ختم الله علی قلبهیه چی هستش راه بازگشت نیست درسته اگر فرعون در آخرین لحظه میگه الان وقد کفرت من قبل الآن وقت کفرت من دیگه اون لحظه لحظه قبول توبه نیست دقت میکنید اگر کسی به مقام اناد و جهد رسید منتها کی میفهمه این رو این رو خدا و کسانی که شعن ربن میفهمند اگر به اونجا رسید ما چون نمیدونی اون آقا چون میگه من شعن رب نیستم بنا به نظام ظاهره و تو نظام ظاهر هر کسی اذابل تا وقتی که به صلا جان به هنجره نرسیده امکان توبه هست میگه خدایا نکنه این توبه کرده باشه از دنیا رفته باشه نه اینکه بعد از این شفاعت شامل حالش بشه دقت میکنید نکنه توبه کرده باشه در آخرین لحظات از دنیا رفته باشه میگه من در حقیقت از خدا میخوام که توبه او مقبول نشه اگر توبه کرده نگاه اینجوریه تازه اینجاشم میگه ما چه کاره ایم؟ اگر توبه کرده خدای تبارک نسبت به امام حسین خلاصه مثلا رحمتش کمتره و عطوفتش کمتر از ماست که ما اینجا یعنی اینا یه بیانه یه خواستن لطافت به خرج بدن زبان دلال اسمش رو میگذارن اسمش رو میذارن چی؟ زبان دلال با خدا ناز کردن یه زبان اینگونه است که میخوایم رحمت حق رو نشون بدیم دقت میکنید که بگیم چقدر رحیمه این زبان ناز و اینگونه نشون بدیم و الا او میداند کسی که امام معصوم رو بکشه امکان نجات براش نیست طبق صریح روایات کسی که امام معصوم رو بکشد قطعا امکان نجات براش نیست کسی که انبیا رو کشته امکان نجات برای کشنده انبیا نیست دقت میکنید اونم به معرفت و شناخ نه به جهل که حالا سنگ انداخ به هوا این سنگ آمد خورد به سر نبی از دنیا رفت ای جداست اونی که میزنه تا نبی رو بکشه اونجا امکان شفاعت امکان توبه امکان مغفرت در اونجا یعنی اناد به جای رسیده که در مقابل اون خیر مطلق ایستاده و با معرفت هم ایستاده لذا اشقیا قاتلین حضرات معصومین و انبیا بودن تو بین اینها لذا داره حتی قطعا حرام کسانی که اینها رو کشتن حلال زاده تو بین قاتلین انبیا و حضرات هزار... یعنی نه فقط هر حرامزاده ای شقی باشه اما از این مرتبه شقا هم بهره این چون شقاوتش تامه باید همه مراتب شقاوت رو داشته باشه از جمله یکیش همین شقاوت تکوینی است که باید چی باشه این مرتبه از نقص هم تو وجودش باشه بعد میفرماید که ثم ان تاثیر الشفی عند الحاکم المشفو عنده لا یکون تاثیرا جزافیا من غیر سبب یوجب ذالک بل لابد ان یوسط وسط قرار بده توسید کنه امری رو که یؤثر فی الحاکم و یوجب و نیل الثواب یا ثواب متحقق بشه برش او التخلص من من العقاب فالشفیع پس شفی هیچگاه لا یطلب من المولا مثلا ان یبتل مولویت نفس و عبودیت عبده فلا یعاقبه به خاطر چی؟ بطلان ابتال مولا اینو نمیخواد شفی هیچگاه چون این نقص وارد میشه به مولا یعنی به مولا نمیگه تو ناقص شو برای اینکه این نجات پیدا کنه تو ناقص شو مولویتش رو بزنه کنار یعنی چی؟ ناقص بشه دیگه نافذ نباشه حکمش درسته؟ مولا نباشه در این مرتبه مولویت نداشته و این عبد نباشه هر دوی اینها چی هستش هر دوی این خلاف ادبه لذا میفرماد تو این موتن نیست ولا یطلب همچنین نمیخواد منه ان یرفع الید ان حکمه و تکلیف المجعول المج... او ینسخه عموما او فی خصوص الواقع فلا یعاقبه نمیگه حکم تو بردار به مولا بگه حکمتو وردار تا حاکمیت تو در حکم نباشد یا نسخ بشه حکمت اینم خلاف ادب و خلاف اقتضاء مولویت مولاست پس اینم نمیخواد پس بین شفاعت ها تو اینا نیست اگر اینها حل بشه بحث مثلا فصل یک دو فصل بعد که بحث شبهات شفاعته شبهات خلاصه خود به خود دفع میشه احتیاج به رفع نداریم خود به خود چی میشه؟ دفع میشه دیگه اینها خودش حل میکنه مسئله رو اما در این حال دقت بکنید این تحلیل ها خیلی دقیقه یعنی این تحلیل ها رو که داره ایشون میکنه بر اساس شبهاتی است که به شفاعت شکل گرفته حقیقت شفاعت رو بر اون اساس داره تبیین میکنه پس اینم نیست این دوتا تا ولا یطلب منه ان یبتل قانون المجازات عموما او فی خصوص ال ما... واقع او فی خصوص واقعه این دو بود که خوندیم دیگه بل سه بود و یطلب من و همچنین طلب نمی کند از او که ابطال بکند مجازات را پس اولی مولویت مولا و عبدیت عبد بود دومی رفع قانون بود سومی رفع چیه از مولا نمیخواد مجازات رو برداره طبعه قانون رو برداره مجازات قانون رو برداره تا این نجات پیدا کنه چون مجازات قانون هم دایره مولویت مولاست همچنان که در جایی که حکم مولا بود دایره مولویت مولا بود مجازات مولا هم چی هستش تلازم بین این که کسی این قانون رو انجام نداد به این مجازات برسه چی هستش این هم مولویت مولاست اگر بخواد این رو هم برداره باز در حقیقت مولا در مولویتش مجبور شده کتابیات بیاد درسته پس شفی این ستا رو نمیخواد نه در عرف نه در نظام الهی پس چه جوری شفاعت تو چی محقق میشه میفرماید که او فی خصوص فلا نفوذ ولا تاثیر شفی در این ستا فی مولویت و عبودیه یک ولا فی حکم دو ولا فی جزاء حکم سه این ستا نیست بل شفی بعد ما یسلم جمیع الجهات الثلاث المذکوره بعد از اینکه این ستا رو قبول کرد که تو اینا تصرف نکنه تو اینا دخالت نکنه تو اینها در حقیقت شفاعتش نباشد میفرماد انما ما یتمسک در سه چیز اما به صفات فی المول الحاکم یا به صفاتی در مولای حاکم توسل پیدا میکند که توجه بل اف و صفح تا اون صفات سبب میشن که اف و صفح محقق میشه یعنی مولویت مولا سر جاشه نظام حکمش سر جاشه نظام جزاش سر جاشه اما میاد به یه صفات دیگری اسماع دیگری در مولا توسل پیدا میکنه که اون اسما حائل میشند دقت میکنید در سببیت حائل میشن اون اسما در تاثیر دقت میکنید این اسما و این صفات حائل میشن در تاثیر نه اینکه به صلاح مولا رو در مولویتش محدود کنه بلکه مولویت مولا به واسطه این اسمش محقق بشه نه به واسطه اون اسمش یعنی بازم تاثیر از کجاست از خود مولاست نه تاثیر از غیر میاد اسمی رو واسطه م... اسمی از اس... اسماع مولا رو واسطه میکنه که این اسم مؤثر بشه در اثر نه اسم دیگر پس اینجا تاثیر برگشته باز به کی به مولا آیا مولویتش زیر سؤال رفته آیا حکمش نظام و حکمش زیر سوال رفته آیا نظام جزا هیچ کدوم از اینا زیر سوال نرفته این اما به صفات بذارید این تمام شد بعد اما به صفات فل مول الحاکم که توجب الاف و صف که سعودتهی و کرمهی و سخائهی و شرافت محدده این یک و اما به صفات فل العبد تستد, ایر... تستد الرعفه و الحنان و تسیر و عوامل المغفره که مزلت العبد و مسکنت الاب و حقارت الاب که این بدبخت بیچاره فقیری زلیلی که هیچی نداره غیر از تو کسی رو نداره حالا بر فرضی که این در حقیقت عذابم شد درسته؟ این تا رعفت مولا رو بازم بشورانه پس گاهی میاد میگه تو رحیمی تو کریمی رحیم بر اساس رحمتش کار میکنه درسته با اسمش رحمت ها که گویا میاد بگه این بیچاره است این فقیره این کسی رو نداره تا باز رحمت و رعفت جوشش پیدا بکنه به واسطه منتها فقر و ذلت این یا اینکه و اما به صفات فی نفسه اعنی نفس شفی من قربه هی الى المولا و کرامته هی و علو منزلته انده فیقولو ما اسألو که ابتال و مولویتک و عبودیته و لا ان تبتل حکمک و نمیخوام ابتال بکنی حکمت رو و لا ان جزا ابتال بکنی جزایت رو بل اسألو که صف عن به ان لکه و رعفتن تو مرتبه که به توسل به صفات در مولا و رعفتن و کرمن لا تنتفع به اقابه و لا یزر رو که صف انزن به این یک او به انه جاهل حقير مسکینون لا یعتنی مثل که به شعنه و لا یحتم به امره این دوتا او به انلی اندکه این سومی که خودش رو شفی قرار بده به عنوان مقام قرب خود شفی به انلی اندکه من المنزلت والكرامه ما یوجب و اصحاف حاجتی فی تخلیصهی و الافه که این مقام قرب من که من به واسطه اعمالی که انجام دادم و به تو نزدیک شدم این در حقیقت قرب اگر ارزشی پیش تو دارد این قرب در حقیقت چی بشه که این قرب کی داده بهش مولا داده درسته میگه اگر این قربی که به واسطه تحقق به مولویت تو محقق شده در من به واسطه عبودیت من که تو قرار دادی و اتیان امر تو در من محقق شده اگر این قرب واقعی است این قرب من سبب میکنم خرج میکنم برای اینکه اونم چی بشه نجات پیدا بکنه بازم به تأکید بر مولویت مولاس بعد میفرماید که پس از اینجا نتیجه میگیره ایشون که شفاعت در حقیقت مزاده با مولویت مولا و حکم مولا و مجازات مولا نیست بلکه چی هستش حاکم کردن اسم دیگری از مولاست و ساتت دادن سبب دیگری از مولویت مولاست در این مسئله پس حقیقت و برمیگرده به چی؟ حکومت سبب دیگری بر سبب دیگر که اون دو سبب هم از کجاست؟ از خود مولاست پس در مقابل توحید قرار نمیگیره این شفاعت بلکه مؤکد و در حقیقت معید توحیده که انشالله جلسه بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد در خدمت دوستان هستیم اگر سوالی دارن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صلی علی محمد و آل محمد من در خدمت